بعد از دو سه ما برگشتیم با یکی از آهنگای بسیار زیبای استاد هماهنگ عزیز. ببینم بله اسم آهنگ کجبرو هست که از کابل تیوی بوده، لینکشو داخل توضیحات میذارم. سلام چطورید؟ خیلی خوش اومدید. من اومد پیپا هستم. مگر ویدیو رو دوست داشتید لایک پدرسگ کله گنده یادتون نره الات کنید، کامنت، پیشنهاد، انتقاد، هر چی که دارید رو برام بنویسید و اگرم که تازه به کانال ما اومدین سابسکرایب یادتون نره. دمتون گرم، خیلی مخلصیم. ندارد موی مجنون شانه غیر از پریشانی، چه امکان است بیدل جمع گردد دفتر عشقم. آقا از این شعرهای سنگین، خب بذار من بگردم ببینم شعرشو پیدا میکنم یا نه، الان برمیگرد. خب دوستای عزیز، من دیدم که داخل همون کانال کابل تیوی زحمت کشیده شعرشو نوشته، اینها براتون میذارم که ببینید. ندارد موی مجنون شانه‌ای غیر از پریشانیم، چی امکان است بی دل جمع گردد دفتر عشقم. آره دیگه همینو خوند. قمی تو صدا شاجی، این میکروفون من خیلی عقبه، بدم پایین یکم. ای قیامت قد بیا سویم. قد چرا اینجا هست اصلا؟ یعنی چی زدم عقب؟ ای قیامت قد بیا سویم، معنی قد اینجا چیه؟ ای قیامت قد بیا سویم. قد بیا سویم یعنی چی؟ قد قد اینجا یه معنی دیگه ای داره دیگه. ای بلند بالای محرویم، بلند بالا محروه دیگه، قد بلند خوشگل، تالیس بیوتی واقعا. بله راست مشگان کجبرویم، راز دل پیشت کمی گویم. عجب شعر خوشگلی داره بیدل. چی امکان است بیدل؟ اسم بیدل توی شعره، حالا نمیدونم آهنگ، میگم آهنگ شعر از بیدل بوده یا نه، ولی خیلی قابل فهمتره، خیلی راحتتره نسبت به اشعاری که از بیدل شنیدیم. قشنگ مفهومه دیگه، مشخص کاملا. اینو من یکم بدم پایین، چرا انقدر ما کوچولو شدیم؟ اوکی. تا کی تانی راز خود با یاری جانی خود مکن، یاری را یاری بود از یاری یار اندیشه کن. همین الان گفتم شعر ساده سنگین شد. یاری را یاری بود از یار یار اندیشه کن. چند بار یار اینجا تکرار شد؟ یک دو سه چهار بار یار تکرار شد. جالب. ای جان من با پیشی کسان راز خود مگو، زند رو کی تیشا میزنی اردم با پای خش. چقدر خوشگل گفته، خدایی کاملا درسته. این راز تو اصلا به هیچ کی نباید بگی، فرد روزی دعوایی میشه، مشکلی پیش میاد، همون میکنن نقطه ضعف، میزنن تو سرت، هر چی داری پیش خودت نگه دار. قیامت قد یعنی قد بلند. ای قیامت قد یعنی خیلی بلند فکر کنم. ای قیامت قد، قیامت اینجا صفته. قیامت قد بیا سویم، ای بلند بالای مهرویم. آره اینجا یعنی خیلی بلند انگار. ای بلند بالای مهرویم،
batmışken kaçabruyum. Razıdır peşat kamigoyum. ببین جلوتر پایینتر الان گفتش که چی؟ گفت راز دل به کسی نگو چون تیشه به ریشه خودت میزنی دیگه. ولی قبلش میگه که بیا پیشم، به اون معشوقه داره میگه، میگه بیا پیشم راز دلمو به تو میگم، چون تو ست دارم راز دلمو. بازم اینجا میگه کمی گویم، نمیگه همه رو بهت میگم. انجمن سازم که سپردازم، محرم رازم تا وقتی آزاد. انجمن سازم، قصه پردازم، محرم رازم تا به کی آزار. ببینیم قافیه‌هاش چجوریه. این ابرویم گویم محرویم سویم، مثلا مصرع بیت اول نگاه کنید. ندارم موی مجنون شانه ای غیر از پریشانی، چی امکان است بی دل جم گردد دفتر عشقم. یه موزیک ویدیو دیده بودیم از استاد سراهنگ، از استاد هماهنگ، توی کانال دومم هم حذف کنم. آره داخل کانال دومه. بید ببینیدش، خیلی باحاله. اینو هی توش تکرار میکرد. الان همینه دیگه، بذار ببینیم. چون نخل پر سمر با توازو خمیده باش. واقعا عجب شعریه. من اگه میبینید اینجا یه سایه یه چیزی رد میشه، بدون بچه جن داریم برای خودش. نمیدونم اون سایه مایه زیاد میبینم این روزا. آره اگه چیزی سرک کشید یه بچه جن داریم اینجا برای خودش، میاد میره رد میشه سلام علیک میکنه. یکی از بچه تو دو سه نفر کامنت گذاشته بودن تو کانال دوم، دیدی مش سرک میکشه و اینا، یکم شیطونه دیگه. ببخشید ارکیرا مایل خمی ابرو بود رو برو بودن بی از پالو بود. هر کی را میل خمه ابرو بود رو برو بودن به از پهلو بود. خیلی سنگین بود، نفهمیدم متاسفانه. ابروی کجت، ابروی کجت که دل با او مشتاق است، میرا به شهانو قبلای آفاق است. آجی تشبیه و نگاه کن، ناموسن محراب شاهان و قبله آفاق است. چقدرم خوشگل قافیهش در اومده، مشتاق با آفاق قافیه است دیگه، استم ردیفه. تا قسواله با دل نشینی جفت است، جفت اسواله با بیقراری تا قسط. ببینید یه سری کلمات داره توی شعر مثل تاق ها، یا یکی دوتا هم توی مصرعهای قبلی بود. اینو دیگه من وقت ویدیو رو نمیگیرم، بعد از چیز، بعد از اینکه تموم شد میرم سرچ میکنم ببینم که معانیشون چی بوده. با جفت و تاق ابروی تو سوگن کیم جفت غمم تا از تو تاقم. جفت آقا ابروی تو سوگن که هم جفت قمم، آها تا از تو تاقم. من چرا تاس شنیدم؟ جفت و تاقی باختم با ابروی دلدار بود، تاق بود ابروی و من جفت گفتم یار بود. این یه دونه دو تا سه تا آهنگ، دو تا، آره دو تا آهنگ از استاد هماهنگ گوش کردیم که
توی همشون اون مدل خوندنی که داره خیلی خلوته، موسیقی به اون صورت اصلا نمیشنویم. دقت کردین؟ نکن اصلا موسیقی نداره به اون صورت. زدم عقب. بیدین موقعی که میخونه خیلی خلوته، نهایت یه سازی اون پایین، اونم خیلی آروم داره یه چیزی میزنه. تو ابرو بینیما میتوان داد با شمشیر جلال شمشیر. ماه نو جلوه اگر کرد تو ابرو بنما، یعنی داره میگه تو از ماه زیباتری دیگه، درسته؟ ماه نو اگر، ماه نو جلوه اگر کرد تو ابرو بنما، میتوان داد به شمشیر جواب شمشیر. آره دیگه همینه، میگه تو از ماه هم زیباتری. خب دوستان عزیز، خیلی مشتاقم ببینم که نظرتون راجع به این آهنگ چی بود. خیلی زیبا بود به نظرم و یه سبکی داره مختص به خودش استاد هماهنگ. امیدوارم که لذت، من هی نگاه میکنم ببینم آره اسما رو چون اشتباه میگم، امیدوارم که لذت برده باشید. اگر ویدیو رو دوست داشتید رفقای گل، این لایک یادتون نره، حتما کامنت، پیشنهاد، انتقاد، هر ویدیویی که دوست دارید رو برام بنویسید. و بچه‌ای که تازه ویدیو رو دیدید سابسکرایب کنید اگر که دوست داشتید. خیلی مخلصم، تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.